قصه های عمورحمان. این قسمت خدایا دوستام کجان؟ مواظب باش. پیدا تو کردم. این که اسبه، ولی خیلی اسب خوبیه. نوبت عطیه است که چشمشو ببنده. عطیه کجاست؟ کجا رفته؟ عطیه، عطیه، من میرم دنبالش. شاید رفته باشه یه جای دورتری قایم بشه. کجایی؟ عمو رحمان، عطیه نیست هرچی دنبالش میکردیم. شاید عطیه گم شده. هیچ چیزی بدتر از گم شدن نیست. از اون بدتر اینه که تو بیابون این موقع یه روز گم بشیم. بچه ها نترسین، هیچ کس قرار نیست گم بشه. عطیه هم حتما همین دور و براز پیداش میشه. از کجا معلوم؟ عطیه دختر باهوشیه، گم نمیشه. میخواین براتون یه داستان تعریف کنم تا عطیه پیداش بشه؟ بله. پس بیایید یه جا بشینید تا قصه رو براتون تعریف کنم. یادمه وقتی که بچه بودم، رحمان، رحمان، چیه؟ چی شده؟ بگو چی شده؟ هیچی، خواستم ببینم میای بریم بازی کنیم یا نه. واقعا با اون حالی که تو داشتی فکر کردم چیزی شده، نگران شدم. خب همه مسیر رو بوده اومدم تا جلوی خونتون. من به مامان بزرگم قول دادم حیاتو جارو کنم. خب جارو زدی، بعدش بیا کمکم کنی زودتر کارم تموم میشه ها. رفت. تو تک دیگه بسه، تخمه نخوری ها. رحمان، رحمان، باز چیه؟ چی شده؟ ای ناقلا، اگه دستم بهت نرسه. فکر کردی این دفعه دیگه نمیتونی؟ رحمان، رحمان کجایی؟ چرا در رو باز نمی کنی؟ رحمان، تو امروز حسن و حسین رو ندیدی؟ نه ندیدم. هرچی میگردم حسن و حسین نیستن. یعنی کجا رفتن؟ بانو فاطمه گفتن دوتایی با هم رفتن بیرون بازی کنن، ولی هنوز بر نگشتن. من امروز نرفتم بیرون، برای همین ازشون خبر ندارم. پناه بر خدا. مادر بزرگ، من میرم جایی که همیشه باهاشون بازی میکنم، حتما رفتن اونجا. خدایا پناه بر تو. خدایا اینجا هم که نیستن. نیستن، نیستن. رحمان، طاهر اومدی؟ رحمان بیا دنبال بازی کنی. طاهر، حسین ابن علی رو ندیدی؟ نه ندیدم. برادرش حسن و چی؟
از کجا رفتن؟ خدایا دوستام کجا؟ چیزی شده؟ خدا کنه چیزی نشده باشه. سرم پیداشون کردی؟ شاید موقع بازی پدرشون رو دیدن و با ایشون رفتن. پس من میرم نخلستان دنبالش. علی ابن ابی طالب امروز نخلستان نرفتن، رفتن بازار، با وهاب کار داشتن. پس من میرم بازار دنبالشون. بریم بازار. بازار، بازار. بفرمایید از میوه های بنده بخرید. میوه دارم. به به چه میوه ای؟ میوه های تازه، میوه های اعلی. تخمه، 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 تخمه. رحمان باز چی شده؟ چرا نگرانی؟ سلام خاله حبیبه، دنبال حسن و حسین میگردم. شما اونا رو ندیدی؟ نه ندیدمشون. بیا بریم، داره دیر میشه. خداحافظ خاله حبیبه. خداحافظ. وهاب، امروز علی ابن ابی طالب اینجا نیومدن؟ نه، ولی صبح که میومدم بازار تو راه دیدمشون. حسن و حسینم با ایشون بودن؟ نه، حضرت با چند نفر داشتن میرفتن عیادت یکی از دوستاشون. آه. چی شده پسر؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ حسین و حسن با علی ابن ابی طالب بودن. آره رحما، وهاب گفت علی ابن ابی طالب با دوستاشون رفتن عیادت یه مریض. خدایا خودت رحم کن. نگران نباش، من میرم به پیامبر خبر میدم. مادر بزرگ، منم با شما میام، میخوام دوستامو پیدا کنم. بعدش چی شد؟ صبر کن یکم آب بخورم، گلوم خوش شده. کی آب میخواد؟ من. هممون تشنه هستیم. شما بخور، من بعدش میخورم. شما بخور، میخوام ببینم امام حسن و امام حسین کجا بودن. آخه خیلی نگرانشونم. خدایا شکرت، جونم براتون بگه که پیامبر خیلی نگران بودن. همه جمع بودیم، سلمان و ایوب انصاری هم بودن. پیامبر گفتن خدایا اگه فرزندانم در بیابانن اونا رو نگه دار، اگرم در دریا هستن اونا رو به سلامت برگردون. خداوند محلی که امام حسن و امام حسین اونجا بودن و به پیامبر نشون داد. حسن و حسین در آغوش هم خوابیده بودن. مار بزرگی اونجا بود و ما نگران بودیم که جان حسن و حسین در خطر باشه، اما پیامبر فرمودن نگران نباشید، اون مار کاری به حسن و حسین نداره. بعد از چند لحظه اون مار به آرامی از اونجا رفت. پدر و مادرم به قربانتان، چقدر شما پیش خدا عزیزید. پیامبر امام حسن رو بر شانه راست و امام حسین رو بر شانه چپ خود نشاندن. هر کاری کردیم که برای بردن حسن و حسین به پیامبر کمک کنیم اجازه ندادن. ایشان فرمودن بذارید هر دوشون روی شانه های من بمانن. حسن و حسین افراد بزرگی در دنیا و آخرت هستن. پیامبر می فرمودن بهترین مردمان از نظر پدر بزرگ و مادر بزرگ حسن و حسین هستن، که پدر بزرگشان فرستاده خدا و مادر بزرگشان مادر مؤمنین خدیجه کبرا هستند. چه ماجرای عمو رحمان؟
عطیه پیدا شد. کجا بودی عطیه؟ با پدرم رفتم پیش امام حسین. ایشون بس که آب میدادن که برسونم به عمو رحمان. گفتن خیلی تشنه هستم. خب دیگه حالا عطیه هم اومده، برید بازی کنید.